کان زمرد ناجی جان کارمندان پیشین دولت. شماره از کارمندان دولت پیشین افغانستان برای تامین مخارج زندگی به حفاری معادن رو آوردند. آنها دکه های زمرد را از کوههای سر به فلک کشیده افغانستان در می آورند، آن را غبارگیری می کنند و هر دکه به اندازه بادام در دستان درشت کارگران می درخشد. آنها در سرمای استخوان شکن افغانستان خاک درشت را از دهان کوه با غربال پس می زنند. مقدار آب می پاشند و جستجویشان را برای یافتن تکه های سبز رنگ زمرد ادامه می دهند. این کارگران هر دانه زمرد را به قیمت ناچیز می فروشند. یکی از این کارگران محمد اسرار مرادی است. مشخص دیگه در اینجا کار ما نمی خاکبار هستیم. خاکباری میکنیم دیگه اینمی خاک هم خاکی هست که دست دو دست سیس بری مایجا که ما را خاکباری میکنیم. خاک میاریم از داخل مدن به بوجی دیره بیرون میشویم. بعد از اینکه شوشتیم دیگه زمرد بسیار خورد خورد دیگه اندازه که میبرای او را 50 افغانی، 100 افغانی، 80 افغانی، 1.5 صد به این قسم او را به فروش میرسانیم. در این کوه ده ها نفر دیگر نیز با او در یافتن زمرد رقابت میکنند. خیلی ها معتقدند در صورتی که تخصص و مدیریت لازم وجود داشته باشد، این معادن کافی است تا فقر را در کشور کاهش دهد که در حال غرق شدن در دل یک فاجعه انسانی است. کارگرانی که زمان کارمندان دولت بودند، اکنون در ارتفاع 3000 متری از سطح دریا ایستادند و در چند شفت مشغول حفاری کوه هستند. کار طاقت فرسایی که مزد چندان روی دستشان نمی گذارد. وظیفه قبلا که خیلی وظیفه خوب بود، به مبلغ 35000 ما معاش داشتیم در نظام قبلی. وظیفه فعلی که از حالی کلان وظیفه نیست. مثلا ما اینجا وظیفه داشته باشیم، مقصد به عنوان کارگر هستیم، مثلا کار میکنیم در اینجا. آمدی درست هم نداره ای. دیگه قبلی خوب است از این کنه. بازم شکر میکشیم به این. بسیاری از سربازان و افسران پلیس سابق به اینجا آمدند تا در عین حال از انتقام گیری طالبان در امان بمانند و هم بتوانند امرار معاش کنند. درآمدشان از این ناحیه نیز تصادفی و وابسته به شانس است. معاش ندارم، در اینجا خوب قسمت است. اگر پیدا شد بالاتر از معاش میشه، اگر نشد هیچ نمیشه. یک تصادفی است، یک گپ تصادفی است. اگر دوست آمدم من روز عوض میکنم. اگرچه استخراج سیستماتیک زمرد در دهه 1970 آغاز شد، ولی تا حد زیاد استفاده از معادن در حد صنایع دستی باقی مانده است. با این حال جواهراتی که در اینجا یافت می شوند مثل این زمردها شهرت جهانی دارند. میترا قطب، لندن.